ارتباط مستقیم. روز فروان بر بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون آی‌پی‌تی‌وی تیوی بهزاد فیروزی هستم، عضو سازمان ایران بیاندیشی. امروز مهمونی داریم که در از سوئد دعوت داریم، این بانوی جوان به اصطلاح یک کمک رسان به بانوانمون، بانوان چند سن سال در سوئد هستن و بایشون میخوان در مورد مشکلاتی که بانوان در ایران دارن و بچه دختران جوانی که در ایران دارن صحبتی داشته باشیم. از ایشون خواهش میکنم که در مورد مشکلاتی که برای دختران و زنان ایرانی در ایران مخصوصا وجود داره از ایشون خواهش کردیم که صحبت بکنن برامون و اگر مسئله برای خودشون یا مشکلات که برای خودشون پیش اومده عنوان بکنن که ببینیم از هموطنان عزیزمون چه کمکی برمیاد که بتونیم برای همیشون و هم برای هموطنانمون در ایران انجام بدیم. مدیر جان خوش آمدی به تلویزیون آی‌پی‌تی‌وی و در خدمت هست. خوش معرفی کن. من میدیا هستم، 21 سال سنمه. من تو سن 15 سالگی به سوئد اومدم و الانم تو سوئد هستم و اینجا کار میکنم. کار میکنی میدیا؟ در حال حاضر سعی میکنم هم یه کار چیز دارم، از توی یه شرکت کار میکنم و همین که مثلا تو کار مربوط به حقوق زنانم کار میکنم که هم حقوق زنان در ایران و اینجا تو سوئد هم. بعد من خواستم که واسه شما توضیح بدم که چرا من اومدم تو سوئد و تا به امروز من چه کارایی کردم، چه فعالیتایی داشتم. من وقتی که تو شکم مادرم بودم به منو به اسم پسر عموم زدن، یعنی که وقتی که من بزرگ بشم باید با اون ازدواج کنم. بعد ایشون 11 سال از من بزرگتر بود. پدر مادرم اون موقع که وقتی، چون من از یه خانواده خیلی بزرگ میام، از یه خانواده عشیرتی میشه گفت، بعد توی خانواده عشیرتی همیشه بزرگ خانواده است که مثلا تصمیم میگیره کی چی کار کنه و کی چی کار نکنه. و تو اون موقع عموی بزرگ من کسی بود که تو خانوادمون تصمیم میگرفت و ایشون بود که میخواستن که من وقتی که به بزرگتر شدم بتونم با پسر ایشون ازدواج کنم و این حرفا زده شد قبل این که مثلا من به دنیا بیام. من هنوز تو شکم مادرم بودم. وقتی که اونا بین فهمیدن که مامانم بچه دختر تو شکمشه، اونا تصمیمشون رو گرفتن. بعد اینکه وقتی که من به دنیا اومدم تا سن 7-8 سالگی زندگی منم نرمال بود مثل همه بچه ها. ولی وقتی که به این سن 7-8 سالگی رسیدم عموم گفت که من دیگه بزرگ شدم و اینکه هر جور لباسی و هر جور رفتاری که بخوامو نباید انجام بدم و اینکه من باید تحت نظر اونا باشم و جوری که اونا میخوان من لباس بپوشم و رفتار کنم. پدر مادرم خیلی بزده این موضوع بودن و اصلا نمیخواستن که اینجوری بشه. با عموم حرف زدن و ولی عموم همون حرفی که میزد همون حرف بود و ایشون میخواستن که همونجوری که ایشون تصمیم گرفتن باید همینجوری پیش برم. من دیگه وقتی 7-8 سالم بود بچه بودم، زیاد نمیفهمیدم که چه خبره، چه جوری و چه جور نیست، زیاد احساس نمیکردم. تا اینکه مثلا نمیذاشتم من برم بیرون با دوستان بازی کنم.
و اینکه مثلا من حق دوچرخه سواری نداشتم، حق این نداشتم که برم با مثلا چیزی بگم با تیشرت برم بیرون با دوستان بازی کنم، مثل بچه های دیگه، مثل دوستام نبودم. اون موقع بود که من اختلاف بین خودم و دوستام احساس کردم. بعد شروع کردم به مثلا سوال پرسیدن از مامانم چرا من نباید این کار رو انجام بدم، چرا دوستان میتونن برن بیرون بازی کنن، چرا دوستان میتونن دوچرخه سواری کنن، چرا هی عموم از من عصبانی میشه وقتی من مثلا یه جور لباسی میپوشم، چرا همیشه باید اون تصمیم بگیره که من چجوری رفتار کنم چجوری رفتار نکنم. دیگه این سوالا شروع شد و شروع شد تا اینکه این سوالا کم کم به یه جوری به این تبدیل شد که من هرچی عموم میگفت میخواستم همیشه از برعکس اونو انجام بدم، چون یه جوری شده بود که هی مانع چیزایی میشد که مثلا من دوست داشتم. هرچی بزرگتر میشدم شرایط من بدتر و بدتر میشد. مثلا عموم میگفت که من انقدر بزرگ شدم که وقت اینه که من باید یاد بگیرم چجوری از یه مهمون پذیرایی میشه، چجوری باید رفتار کرد مثلا وقتی مهمون داریم. منو مجبور میکردن که مثلا چای ببرم، مثلا کاری که مثلا بزرگترا میکنن وقتی یه مهمون میاد و میخواستن که من انجام بدم. و همیشه من میدیدم که مامانم چقدر ناراحت میشه، پدرم چقدر ناراحت میشه. همیشه بعد مهمونی مامانم میرفت خونمون، اونجا مثلا گریه میکرد، پدرم میرفت مثلا باش حرف بزنه، ولی میدونستن که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. منم هی که وقتی این چیزا رو میدیدم بیشتر اذیت میشدم، بیشتر مثلا میخواستم که منم مثل بقیه باشم. هی به پدرم میگفتم که من مثلا میخوام که تو بهم کمک کنی بتونم از این شرایط بیرون بیام. پدرم هر کاری که از دستش بر اومد انجام داد، ولی هیچ وقت از به اندازه نبود، انقدر به این اندازه نبود که مثلا عموم بگه باشه اون میتونه خودش واسه زندگی خودش تصمیم بگیره، یا اصلا باشه اونم میتونه مثل همه بچه ها یه زندگی بچگونه داشته باشه، میتونه بره مدرسه، بره بیرون بازی کنه. من که چیز زیادی نمیخواستم، من میخواستم یه زندگی نرمال داشته باشم مثل همه. بعد دیگه هی من بزرگتر میشدم شرایط واسه من خیلی خیلی سخت‌تر میشد. دیگه به این نقطه رسیده بود که مثلا من نمیتونستم اصلا بعد مدرسه حق بیرون رفتن از خونه رو نداشتم. وقتی بیرونم میرفتم همیشه بعد ما با مامانم یا مثلا یکی با اون بود مثلا. بعد دیگه شرایطم اینجوری بود که ما یه خونه سه طبقه داشتیم که عموم بالای ما زندگی میکرد، ما و طبقه وسطی بودیم، مامان بزرگم، طبقه مامان پدرم طبقه پایین زندگی میکرد مامان بزرگم. بعد دیگه اینجوری بود که ما خیلی تحت نظر داییم بودیم، یعنی هر کاری که من میکردم میتونستم بفهمن و ببینم. به خاطر همین زیاد مثلا تنها جایی که من آزادی راحتی داشتم تو خونه خودمون بود. یعنی وقتی که من از اون در بیرون میرفتم دیگه باید مثل اونا هجوری که اونا میخواستم من رفتار میکردم. چرا؟ چون میخواستم مثلا یه زن ایدئال تو ذهن و فکر اونا یه زنی بود که مثلا لباس پوشیده بپوشه، چه منم بفهمه که چجوری از مهمونا پذیرایی میکنن، چه منم خیلی چیز عجیب غریبی واسه اونا مثلا یه زن ایدئال بود که اونا میخواستن از من درست کنن واسه پسرشون. وقتی که من تقریبا 13 سالم بود دیگه فشارا خیلی بیشتر شد. به این نقطه رسیدیم که مثلا عمو گفت اینا باید عقد کنن، یعنی انگشتر بذارن تو دستشون که دیگه همه بفهمن که من یه صاحب دارم. دیگه وقتی که اونا این حرفو زدن عموم گفت دیگه من نباید به مدرسه برم و دیگه حق مدرسه رفتن ندارم اینجور چیزا. بعد من به پدرم گفتم از تو شما نمیتونید این کارو در حق من بکنید. من میخوام مدرسه برم، من میخوام زندگی عادی مثل همه داشته باشم. پدرم با عموم حرف زد،
عموم آخرش راضی شد که من مدرسه رو برم، ولی اینکه من باید عقد کنم و میگفت باید ما انجام بدیم. بعد من به پدرم گفتم از من اگه بمیرم هم حاضرم بمیرم، ولی با پسریشون ازدواج نکنم. ازت خواهش میکنم تا هر کاری که از دستت برمیاد واسه من انجام بده که من بتونم تو این شرایط از این شرایط بیرون بیام. حالا هم حال من خیلی خیلی بد بود، هم حال پدر مادرم خیلی بد بود، تا اینکه پدرم گفت که تنها راه نجاتمون اینه که تو از ایران بری. چجوری خواستیم از ایران بریم؟ این بود که دیگه پدرم گفتیم باید یه جوری بریم که مثلا عموم بذاره منم باشون برم. پدرم به عموم گفت که مامانم مریضه، باید به ترکیه بریم به خاطر اینکه عمل بشه، منم چون دختر بزرگم باید باشون برم و از مامانم مراقبت کنم. عموم گفت خب همه تو میتونید برید به غیر از میدیا، میدیا باید بمونه، اون حق نداره باهاتون بره. بعد به خاطر اینکه همیشه بابا مخالف این بود که مثلا ما این عقد انجام بدیم، مثلا من با پسرشون ازدواج کنم، پدرم واسه اولین بار بهش گفت اگه تو بذاری من میدیا رو با خودم ببرم از مامانش مراقبت کنه، بهت قول میدم وقتی که ما برمیگردیم اینا میتونن عقد رو انجام بدن، وقتی که ما اونجاییم، تو زمانی که ما اونجاییم شما میتونید اینجا برنامه جشن و اینا رو را بندازید، وقتی که ما اومدیم دیگه اونا عقد کنن. خب وقتی عموم واسه اولین بار دید پدرم باش هم نظره و قبول کرده، گفت باشه، اجازه داد که من برم باشون. من رفتم ترکیه با پدرم و مادرم و خواهر کوچیکم و برادرم. بابام اونجا با چند نفر حرف زد که بتونن به ما کمک کنن که بیایم بیرون از کشور. دیگه اون موقع بود که ما تونستیم من و مامانم و خواهر کوچیکم بیایم بیرون با بابام، ولی برادر بزرگم نتونست با همون بیاد. خب دیگه اونجا قبول تصمیم گرفتیم که به سوئد بیایم. چرا سوئد؟ مثلا بعضی رو میشناختیم اینجا، گفتیم خوبه که مثلا کسی رو بشناسیم. اومدیم اینجا، وقتی که اومدیم اینجا برادرم برگشت ایران، مجبور بود برگرده. وقتی عمون فهمید که ما این کار کردیم، همه بدیاش رو در حق برادرم کرد. مثلا برادرم درس میخوند واسه آرشیتکت، کاری کرد که مثلا برادرم رو بندازم بیرون از دانشگاه، دیگه نذاشتم برادرم ادامه تحصیل بده. شرایط واسه برادرم خیلی سخت کردن، خیلی اذیتش میکردن، تا اینکه مثلا پدرم مجبور شد برگرده به خاطر برادرم که بتونه به اون کمک کنه، چون ما نمیتونستیم همونجوری اونو بذاریم و بهش یعنی پشت کنیم بهش. وقتی که مامان بابام برگشت، من و مامانم و خواهر کوچیکم موندیم تو سوئد. مامانم تقریبا 2 سالی موند اینجا. بعد اون 2 سال خانواده پدرم بهش زنگ زدن، هی به زنگ میزدن، شمارش رو پیدا کردن، تهدیدش میکردن، بهش گفتن اگه برنگردی باید از شوهرت طلاق بگیری. و اینکه خواهر کوچیکم حق دیدن پدرمو نداره و اینکه برادرم هم حق دیدن مامانمو نداره. هر روز بهش زنگ میزدن، تهدیدش میکردن، اذیتش میکردن. مامانم حالش خیلی بد بود وقتی که اینجا بود، تا اینکه بهش گفتم مامان وقتی که تو میخوای، تو خودت باید تصمیم بگیری، اگه میخوای برگردی میتونی برگردی، چون موضوع فقط موضوع زندگی من نیست، موضوع زندگی خواهر برادرام هم هستم. من نمیتونم انقدر به خودم فکر کنم بگم که فقط بخاطر این که من تو راحتی باشم و اون آزادی که میخوام داشته باشم زندگی خواهر برادرمو خراب کنم. اگه تو واقعا میخوای میتونی برگردی، چون من نمیخوام نه خواهرم بی پدر بشه نه برادرم بی مادر بشه، و اینکه نمیخوامم تو از پدرم جدا بشی وقتی که شما هم دیگر دوست دارید.
من اینجا تو از من اینجا تو امان هستم، یعنی هیچ اتفاقی واسه من اینجا نمیفته و به اون چیزی که مثلا میخوام میتونم برسم، میتونم درسم رو ادامه بدم، درسی که میخوام رو بخونم. مامانم بعد 2 سال اونم دیگه برگشت، برگشت به خاطر خواهر برادرم، به خاطر پدرم. دیگه من موندم خودم تنهایی اینجا. اون موقع که مامانم برگشت من 17 سالم بود، 17 سالم بود. خب دیگه اینجا تقاضای اقامت کردم اداره مهاجرت اینجا هی بهم جواب منفی میداد. خب من اون موقع دیگه زیاد به این فکر نکردم، شروع کردم دبیرستانم و شروع کردم اینجا رشته تجربی رو انتخاب کردم، شروع کردم به درس خوندن. تا اینکه من وقتی که اومدم تو سوئد فکر نمی کردم هیچ وقت این شرایطی که من توش بودم تو ایران، تو اینجا تو سوئد وجود داشته باشه. توی کشور اروپایی، توی کشوری که از آزادی، از حقوق زن حرف میزنن. هیچ وقت فکر نمی کردم که همچین چیزی توی کشور اروپایی وجود داشته باشه. وقتی که تو مدرسه رو شروع کردم اینو متوجه شدم، با هم کلاسیایی مثلا روبرو شدم که تو شرایط خیلی سختی بودن، مثلا زیاد تحت فشار بودن، زیاد تحت چی میگن، تحت از پدر مادرشون زیاد مثلا میپرسیدن کجایی، کجا نیستید، زود زود بهشون زنگ میزدن. مثلا وقتی ما مثلا با هم کلاسیامون میرفتیم بیرون مثلا بریم غذا بخوریم یا درس بخونیم بیرون از مدرسه، اونا حق نداشتن بیان باهامون. باید همیشه بعد مدرسه سر ساعت برمیگشتن. بعد وقتی مثلا اتوبوس 5 دقیقه یا 10 دقیقه دیر میرسید، اونا دیر میرسیدن خونه، مشکل واسه شون پیش میومد. خیلی از دخترها و پسرها مثلا تا سال دوم دبیرستان رو میخوندن، بعد سال آخر یه دفعه ناپدید میشدن. بعد به گوشمون میرسید مثلا اونا رو بردن تو که مثلا کشور خودشون، به زور به ازدواج دادن اونا رو. بعد که من اینا رو شنیدم واسه من خیلی مثلا یه شوک بود، از چجوری همچین چیز باید اینجا وجود داشته باشه. من که همه میدونم. این را اولا اینایی که این اشخاصی که شما میگی، این خانمایی که دختر خانمایی که شما میگی، اینا همه ایرانی بودن یا سوئدی بودن؟ سوئدی نبودن، ولی اصلا قاطی بودن، ایرانی بودن، عرب بودن، کرد بودن، از سومالیا بودن، از کشورهایی که مثلا از بیرون اومدن. چون سوئدیا این فرهنگ رو ندارن، این که مثلا به زور بچه، اونا هم بدیهای خودشون رو دارن در حق زنا، اون به یه طرف، ولی مثلا این فرهنگی که من ازش حرف میزنم، به زور به ازدواج دادن، سعی کردن که مثلا تو زندگی اونا دخالت کنن و واسه زندگیشون تصمیم گرفتن، من این فرهنگ رو میگم. چون سوئدیا هم خیلی بدیهایی هست که در حق زنا میکنن. چرا دیگه که اینجوری شد، من تصمیم گرفتم، با یه دوست دیگم بود که از کشور سوریه بود، با هم تصمیم گرفتیم باید ما یه کاری واسه این شرایط انجام بدیم. تا اینکه به مدرسهمون، همه مدرسه اینجا مثلا روانشناس داره، به روانشناس مدرسهمون مراجعه کردیم، باش حرف زدیم در این مورد، گفتیم که این یه مشکل بزرگ واسه مثلا جامعه اینجاست، ما باید مثلا یه کاری واسه این مشکل انجام بدیم و همینجوری نمیشه که چشو بست روش و هیچ کاری انجام نداد. تا اینکه یه گروه باش که حرف زدیم، با همون خیلی هم نظر بود و خیلی خوشحال بود که مثلا ما میخوایم این گروه رو باز کنیم. خب یه گروهی به اسم اناد موتفولت هستش که فارسیش میشه بر ضد خشونت، بر ضد خشونت و تصمیم گیری، یعنی در حق زنان و دختران یا بچه های زیر سن. که این گروه ما درست کردیم، شروع کردیم اول از هر چیزی پرسونال کسایی که مثلا تو مدرسه‌مون کار میکنن، معلم‌ها و مدیر و
اینا رو به اونا یاد دادیم که مثلا فرهنگ این فرهنگ چجوری و چجوری میاد، چون اونا سوئدی بودن، که اونا بفهمن این موضوع که وقتی که مثلا یه شاگردشون میاد حالش بده یا اینکه مثلا مجبور زود از سر کلاس بره واسه اینکه سر وقت برسه خونه، بدونن که دلیل این چیزا چیه، یعنی این چیزا نرمالی نیستن. پس چی شروع کردیم؟ اول پرسنل مدرسه‌مونو در این مورد بهشون چی میگن؟ بهشون درس دادیم؟ درس یا نه مثلا نمیدونم چی شه؟ بهشون گفتیم چی هستش؟ بله بله، اول از پرسنل مدرسه از کسایی که تو مدرسه‌مون کار میکردن شروع کردیم. بعد دیگه گروهمون بزرگ شد، خیلی بزرگ شد، تا اینجوری شد که مثلا شاگردایی که مثلا تو این شرایط هستن و میخواستن واقعا این موضوع رو مثلا چه می‌دونم حل کنن یا این فرهنگ از بین بره، به همون پیوستن، تا اینکه ما از یه گروه 2 نفره به یه گروه 18 نفره تبدیل شدیم. بعد اون موقع انتخابات بود تو سوئد. انتخابات بود که اونا کسایی که تو انتخابات شرکت کرده بودن ما رو دعوت کردن، گروه های مختلف ما رو دعوت کردن که ما در مورد گروهمون حرف بزنیم. که ما چرا این گروه درست کردیم و هدفمون از این گروه چیه؟ بعد خیلی ازمون استقبال شد واسه این گروه، تا اینکه به مجلس سوئد دعوت شدیم. به مجلس سوئد دعوت شدیم و اونجا ما گروهمون رو ارائه دادیم و بهشون واسه شون توضیح دادیم که ما چرا این گروه درست کردیم و هدفمون از این گروه چیه. اونا خیلی ازمون پشتیبانی کردن و خیلی هم خوشحال شدن و بهمونم کمک کردن و از نظرات ما استفاده کردن. یه قانونی اینجا تو سوئد ثبت شد با توجه به کمک گروه ما. بعد من سال آخر دبیرستانم بود و میخواستم این گروه بیشتر از اینی که هست به بیرون بره، یعنی بقیه‌ام به گوششون برسه، نه اینکه فقط تو مدرسه‌مون باشه. ولی چون این گروه انقدر صدا داد، انقدر بزرگ شد، اسم خوبی به مدرسه‌مون داد. به خاطر همین مدیر مدرسه‌مون، چون من یکی از بهترین مدرسه شهرمون رو میرفتیم که مدرسه چی میگن معروفی بود، مدیرمون نمیخواست که ما بیرون از مدرسه فعالیت داشته باشیم. خب من تصمیم گرفتم، گفتم که اصلا فعالیت داشته باشیم، این که منظورشون این بود با اسم گروهمون فعالیت داشته باشیم. به خاطر همین من تصمیم گرفتم، گفتم هم تو گروه مدرسه‌مون میمونم، همین که بیرون از مدرسه تنهایی با اون دوستی که گروه باش درست کردم که از سوریه بود، بیرون از مدرسه هم فعالیت داشته باشیم که به بقیه هم مثلا یاد بدیم که این فرهنگ چجوری و باید چجوری از باهاش مقابله کرد و چجوری اونو از برداشت. بعد به استانداره مختلف کشور ما رو دعوت کردن و مثلا واسه مدرسه های شهرهای مختلف معلم ها رو جمع می کردن، ما می رفتیم واسه شون از بهشون می گفتیم که این چیه و چی جوریه و اینا، بهشون ارائه می دادیم یا واسه شون توضیح می دادیم. تا اینکه من چند تا استان و شهر اینجا رو رفتم با دوستم و این کار رو انجام دادیم، تا اینکه اینجا کرونا اومد و اینکه ما نتونستیم دیگه سفر کنیم و به شهرهای دیگه بریم و اونجا واسه شون توضیح بدیم و ارائه بدیم یا کلاسامون رو بذاریم. بعد همه اینا از طریق زوم انجام داده شد. بعد من فکر کردم با خودم، گفتم اوکی من الان اینو انجام میدم، ولی من میخوام بیشتر نظر مردم حداقل سوئد و جلب کنم در مورد زنان و دختران ایران که اونا چه شرایطی دارن، اونا تو چه وضعیتی هستن،
اونا باید چه چیزایی رو تحمل کنن واسه آزادیشون، باید چقدر بجنگن واسه اینکه یکم آزادی داشته باشن. دیگه از اون موقع شروع شد علاقه من به اینم بیشتر شد، تا اینکه من با گروه Help for Change آشنا شدم از طریق اعلامیه هاشون. اعلامیه هاشون رو دیدم که اومده بود واسه صاحب کارم اینجا، که من وقتی دیدم به فارسی نوشتم جلب توجه کرد واسه من، خیلی واسم جالب بود. عکسی که بود رون اعلامیه نگاه کردم دیگه زود موضوع فهمیدم. خب من همه اعلامیه رو خوندم و بهشون زنگ زدم و حرف زدم، تا اینکه با خانم با یکی از افراد Help for Change آشنا شدم، باشون حرف زدم و به گروه اونا پیوستم. خیلی از من استقبال کردن و واسه منم خیلی خیلی خوشحال کننده بود که من واقعا دیگه میتونم از ته دل یه کاری انجام بدم واسه اون زنان و دخترانمون تو ایران. چه من خودم از ایران میام، خودم میدونم تو چه شرایطی هستم، خودم تو شرایط بودم، هرچند که من مثلا بچه بودم ولی به بدترین شرایط اون شرایط رو من توش بودم. دیگه از اون موقع بود که من فعالیتم رو با Help for Change شروع کردم، با آقای اردشیر بابکان و افسانه خانوم. دیگه از اون موقع به بعد من شروع کردم به فعالیتام در این زمینه و الانم چندین تا ایده دارم که واسه اینکه بتونیم بیشتر به صدامون به مردم برسه و بیشتر این موضوع رو ایدهات رو میخوام بشنوم. منتاش قبل از شنیدن ایدهات میخواستم به اینجا بگم که گروه Help for Change، این گروه همین که افکار مردم به اصطلاح خارجی ها رو، کسایی که فارسی صحبت نمی کنن، اینا رو روشن میکنه نسبت مردممون تو ایران و همچنین کمک مالی میکنه به افراد بی‌بضاعت کشورمون. بعد در کنار همین Help for Change که به ایران بیندیشیم هستش و اینو به ایران بیندیشیم فکر کنم شما هم خود فارسی خانم میدیا، درسته؟ بله، من عضو هستم. بله. بعد ما چون وقت زیادی نداریم، من میخوام که لطف کنی اگر مختصر میتونی در مورد ایران بیاندیشیم و اون نظراتت خیلی برای من مهمه، چون من میخواستم ازت سوال کنم آیا به اصطلاح فکر کردی روی سایتی داری، روی اینستاگرام، جایی که بتونی اینو بیشتر گسترش بدی که جهانی بشه، یعنی که فقط مردم زنان ایرانی هستن، خیلی جای دنیا هستن که زنانشون واقعا جنگ میبرن. بله بله، من به خاطر همین زودیا قراره یه یوتیوب کانال باز کنم، بعد اونجا در مورد شرایط کلی ایران و به خصوص این فرهنگی که الان واسهتون توضیح دادم که تو خیلی از کشورها هست حرف بزنم. بعد تو یوتیوب کانال ما در مورد وضعیت مالی ایران حرف میزنیم، در مورد زنان و کودکان حرف میزنیم، در مورد کودکان کار حرف میزنیم و اینکه من میخوام این یوتیوب کانال رو با زبان سوئدی انجام بدم و زیرنویس فارسی یا انگلیسی یا هر دوتاش باشم. که هیچ، من چرا میخوام اینو به زبان سوئدی انجام بدم؟ به خاطر اینکه اینجا من خیلی کسا هستن که کارمو دنبال میکنن و اینکه من اینو به زبان سوئدی انجام بدم خیلی بازدید کننده میتونه داشته باشه و خیلی کسایی که میتونه بهمون کمک کنه. و اینکه چرا به انگلیسی باشه؟ که اینکه اینترنشنال بشه، همه بتونن موضوعش رو بفهمن و فارسی مردم کشورمون بتونن اینو بفهمن. و اینکه من این ایده ای هست که من دارم واسش برنامه ریزی میکنم که بتونم انجامش بدم در حال حاضر. بله. آیا کمک
چیزی هستش که از مردم خودمون بخواید، اونایی که توی خارج از ایران دارن زندگی میکنن، از زنانی که توی کانادا هستن، توی آمریکا هستن، توی کشورهای زنان ایرانی، آیا کمکی از اونا برمیاد که بهت بکنن؟ واسه من خیلی خیلی ممنون میشم اگه کسایی که مثلا توی شرایطی بودن توی ایران، امروز از ایران بیرون اومدن و اینکه مثلا میخوان داوطلبانه داستانشون رو، یعنی چیزی که من تو شرایطی که توش بودن و حرف بزنن در موردش که بقیه یه چیزی ازش یاد بگیرن، یا مثلا بقیه یه جرأت بگیرن که اونا بتونن بلندشن بگن، مثلا بگن نه من چجوری بگم، مثلا بتونن از خودشون دفاع کنن، یعنی داستان ما مثل یه جوری واسه اونا یه جرأت بده بهشون که اونا هم بتونن بلندشن اروپای خودشون وایسن. و اینکه میخوام از کسایی که مثلا همچین شرایطی توش بودن، هر موضوعی میتونه باشه، نه همین موضوع فرهنگی، میتونه موضوع دیگه هم باشه، که بخوان داوطلبانه تعریف کنن این داستانشون، این داستاناشونا، میتونه هم اینجوری باشه که مثلا صورت و اسمشون نباشه، یعنی خودشون رو نشون ندن، و اینکه اگه بخوانم میتونن خودشون هم نشون بدن. اینم خیلی خوب میشه، من خیلی خوشحال میشم اگه کسایی که میخوان باشن بهم خبر بدن و بتونن تو یوتیوب کانال باشن. من توصیه میکنم هر موقع که یوتیوب راه افتاد به هم اطلاع بدی که بتونیم روی از جناب زرینه خواهش کنیم که روی تلویزیونشون و حتی روی روزنامهشون مطمئنشون نهایت به ما لطف داشتن تا به حالا، و مطمئنم این کار رو انجام خواهند داریم. اینکه حتما خوشحال میشیم که بدونیم که به زبان انگلیسی رو پیشنهاد میکنم حتما، چون که انگلیسی زبان زیاد هست. بله درسته، خیلی ممنون. خواهش کنم. در مورد ایران بیاندیشیم در این گروه فعالیتی دارید و چیزی میخواین هست توضیح بدیم؟ بله، من تو این گروه هم فعالیت دارم، تو گروه ایتیشون سوسیال مدیاشون رو قراره یه قسمت از سوسیال مدیاشون رو من به عهده بگیرم، میتونه اینستاگرام باشه، فیسبوک باشه و اینا، که ما بتونیم فعالیت ها و کاری که انجام میدیم و به گوش مردم برسونیم و مردم بدونن که ما اونا تنها نیستن و ما هستیم، هر کاری که از دستمون برمیاد میکنیم واسه آزادی، واسه رفاهشون. و بله، من تو قسمت ایتیشون قراره فعالیت داشته باشم. میدیدم و در اول برنامه صدای منو نداشتی موقعی که داشتی صحبت میکردی در مورد زمان بچگی. از چه سالی بود که به اصطلاح شروع کردی مخالفت کردن با عموت و به اصطلاح حس کردی که اون خواستهات رو دارن ازت میگیرن؟ 9 سال بودم که من شروع کردم به مخالف کردن. بله، هرچی ایشون میگفتم من برعکسش رو انجام میدادم، چون واسه من خیلی چوری بگم، مثلا با اینکه بچه بودم ولی تفاوت زندگی خودم رو خیلی خیلی راحت میتونستم ببینم با دوستام، و این خیلی منو اذیت میکرد که چرا اونا میتونن کاری که مثلا هیچ اشکالی از نظر من نداره رو انجام بدن ولی من نمیتونم اون کارا رو انجام بدم. یه سوال دارم خودم، اگر امروز یه مبلغ بالایی تو دستت بود و میخواستی به کسی کمک بکنی، به کی اول کمک میکرد؟ اون مبلغ رو به 2 قسمت تبدیل میکردم، 50-50. یکیشو به کودکان کاری میدادم تو ایران، چون واقعا هر وقت من میشینم تو سوسیال مدیا نگاه میکنم، یعنی منو به عشق میاره که تو چه شرایطی هستن، و همیشه عذاب وجدان میگیرم که من اینجا نشستم و تو رفاه هستم و یا مثلا غذا واسه خوردن دارم. و اون یکیشو به زنان بیوه میدادم،
که شوهرشون چه میدونم یا مرده یا طلاق گرفته یا تو هر شرایطی باشن، چون اونا هم احساس میکنم خیلی شرایط بدی دارن. درود بر تو، چه جواب زیبایی، درود بر تو. و این کار مطمئنم اتفاق خواهد افتاد. میخواستم در آخر بهت بگم که ما توی کانادا هستیم و خیلی از مسائلی که توی آمریکا اتفاق میفته که برای مسائل پوستی طرف سیاهه یا سفیده یا اینجوری هرچی مسائل ریسی اگر باشه، اونجا هر اتفاق میفته اینقدر بزرگه که موجش میرسه به کانادا و کانادا رو هم تکون میده. اینه که کاری که داری میکنی به نظر من مثل یه موج میمونه توی یه دریای خیلی بزرگ هستی، خیلی کار سختیه، ولی مطمئنم که اگر فعالیت به انجام بدی به همون موج به تمام کشورها و به تمام مردم دنیا خواهد بود و مطمئنم این موج شما میتونه یه تکونی در مردم ایجاد بکنه. ازت سپاسگزارم مدیا جان و در همین جا از تلویزیون ITC TV هم سپاسگزاری میکنم که این وقت به من و مدیا دادن و امیدوارم که موفق باشی و دوستان اگر هر کمکی از دستشون برمیاد، هر به اصطلاح نظری دارن، هر عقیده‌ای دارن، میتونن که با بیرام بیاتیشین یه سایتی هستش رو میتونن پیغام بفرستن یا به تلویزیون ITC TV پیغام بذارن. اگر سوالی باشه میتونیم کمکشون بکنیم یا اینکه میتونن کمکمون بکنیم. سپاسگزار از مدیا جان، شب خوبی داشته باشید. من شما تشکر میکنم واسه وقتی که به من دادید. خواهش میکنم، خوشحال بودم. مرسی عزیزم، سپاسگزارم. بدرود. ارتباط مستقیم.